دقیقا یادم میاد این همه کشتار توسط رژیم دقیقا در مقاطعی انجام میشه که ضربات بسیار مهلکی رو از مقاومت و در رأس اون کانون استراتژیکی اون اشرف برده. وقتی تمام دنیا به حمایت از اشرف بلند میشه، وقتی خیزش های مردممون در داخل اینجوری اوج میگیره، اعتصابات و همه این مسائل، رژیم چاره ای نداره، چاره ای نداره جز انتقام از اسرای ما. برای همین هم هستش که در این شرایط دست به اعدام این زندانیان میزنه، زندانیانی که حتی طبق گفته خودش در طی این دو سالی که اینها رو در زندان داشت، نزدیک به دو سال، بسیار بسیار کوشید تا اونها رو بشکنه، با انواع فشارها و شکنجه ها اونها رو تحت فشار قرار داد تا بتونه اونها رو به همکاری وادار بکنه، اما نتونست حتی لحظه ای به این آرزوی خودش برسه. واقعیت این استش که رژیم آخوندی حتی در همین دو هفته گذشته با تمام اعوان انصار و مزدوران خودش به اشرف حمله کرد. چه نتیجه گرفت؟ هیچ. شکست مفتزهانه. وقتی در همین هفته گذشته نگاه میکنیم به کنفرانس واشنگتن، اکنون همه دنیا به حمایت از اشرف بلند شده، در خارج کشور، در داخل کشور، و رژیم به عنوان آخرین حربه مذبوحانه و ذلیلانه خودش دست به اعدام این شهدا میزنه. واقعیت این استش که اعدام این شهدا بیشک تأثیری رو که بر روی جنبش ما، بر روی پیروزی محتوم خلق ما داره رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. واقعیت این استش که خون شهید حاج محمد، محمد علی حاج آقایی، جعفر کاظمی، علی صارمی و دیگر شهدای مجاهدین تداوم خونهایی است که در سه دهه مجاهدین برای آزادی مردم و میهنشون پرداختند. من به عنوان یک اشرفی و به عنوان یک همبند سابق این شهید و شهدای دیگه احساس بسیار افتخار میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها با راه و رسم خودشون، با مقاومت و پایداری خودشون در سیارچال‌های رژیم ضد بشری آخوندی ثابت کردند که آزادی این مردم از دست این آخوندها در پرتو مقاومت سازمان یافته ملت ما که اکنون در اشرف سمبولیزه شده بیش از هر زمان دیگه نزدیک هستش.